قرار داده است. خبرگزاری های ایران می گویند دانشجوی معترض در بخشی از اظهارات خود از وجود سانسور در صدا و سیمای جمهوری اسلامی و برخورد خشونت‌آمیز نیروهای انتظامی با معترضان به نتیجه اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرده است. گزارش داریم در این خصوص که توجه شما را به آن جلب می کنم. بر اساس گزارش ها فردی که رهبر جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار داده دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف و برنده المپیاد جهانی ریاضی است. دفتر نشر آثار آیت الله خامنه ای از جمله وبسایت هایی است که این انتقاد را که گفته می شود 20 دقیقه ادامه داشته بازتاب داده است. بنا به گزارش ها دانشجوی منتقد خطاب به رهبر ایران گفته است: من نمیدانم چرا در این کشور اجازه ابراز هیچ گونه انتقادی در مورد شما داده نمی شود. وی با بیان اینکه رهبر نیز مانند دیگر افراد جایز الخطا است گفته اطرافیان رهبر از وی بت ساختند. دانشجوی دانشگاه شریف با انتقاد از سیکل قدرت در جمهوری اسلامی و ساختار شورای نگهبان و مجلس خبرگان این روند را یک خطر بزرگ برای مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی عنوان کرده است. رهبر ایران در پاسخ به این سخنان گفته است: من از انتقاد استقبال می کنم. البته انتقاد هم هست، فراوان است، کم هم نیست، بنده هم می گیرم، دریافت می کنم و انتقادها را می فهمم. دانشجوی منتقد در ادامه سخنان خود به رهبر ایران گفته است: شما که مقام پدری دارید وقتی با مخالفان خود آنگونه برخورد می کنید، عوامل پایین تر نیز رفتاری دارند که همه می دانند در زندان ها چه گذشت. وی همچنین از آقای خامنه ای به خاطر عملکرد صدا و سیما انتقاد کرده. این دانشجو با بیان اینکه صدا و سیما بازتاب دهنده آنچه که در کشور می‌گذرد نیست، خطاب به رهبر جمهوری اسلامی گفته است: صدا و سیما این که زیر نظر شما کار می‌کند و رئیس آن را شما تعیین می‌کنید، دو حالت دارد: یا به دستور شما این گونه عمل می‌کند و یا نظارتی بر آن ندارید. آیت الله خامنه ای نیز با بیان اینکه از بسیاری از برنامه‌های صدا و سیما راضی نیست، پاسخ داده است: از جمله من راضی نبودم که از ماه اسفند بعضی از سفرهای تبلیغاتی و حرفایی که زده شد و تظاهراتی که میشد و مجادلاتی که انجام می گرفت از تلویزیون پخش شود. طرح پرسش‌های انتقادی از رهبر جمهوری اسلامی و پاسخ‌های وی به این پرسش‌ها در شرایطی است که به نظر می‌رسد این نخستین بار باشد که در رسانه‌های رسمی ایران چنین بحثی به طور رسمی در وبسایت‌ها و خبرگزاری‌های داخلی انتشار می‌یابد.